بپردازیم به درس 6 از سری درس های آموزش تحلیلی تشریحی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن. Reading and Writing. Reading and Writing. Reading یعنی خواندن در حالت ing فعل read یعنی خواندن and یعنی و writing حالت ing فعل write یعنی نوشتن. Reading and writing یعنی خواندن و نوشتن. همطور که مشخصه در این درس میخواییم در خصوص خواندن و نوشتن صحبت بکنیم. Reading and writing. Reading and writing. I read. I read. I یعنی من. فاعل من. دقت بکنید دوستان. فاعل I یعنی من در هر کجای جمله که بیاد، چه در ابتدا، چه در وسط، چه در انتها، باید به صورت بزرگ نوشته بشه. هرگز فاعل I رو به صورت کوچک ننویسید. Read همطور که گفتیم یعنی خواندن. I read یعنی من میخوانم. مثلا کتاب میخونم، درس میخونم. I read. I read. I read a letter. I read a letter. I read یعنی من میخوانم. A آرتیکل A یعنی یک. Letter یعنی حرف یا نامه. I read a letter یعنی من یک نامه میخوانم یا من یک حرف میخوانم. مثلا یک حرف انگلیسی. I read a letter. I read a letter. I read a word. I read a word. I read یعنی من میخوانم. A آرتیکل A همونطور که گفتیم یعنی یک. Word یعنی کلمه. دقت بکنید دوستان در مورد تلفظ W. وقتی که میخواید W رو تلفظ بکنید، لبهاتون باید حالت بوسه به خودش بگیره و هوا خارج میشه. Word. نگفتم word. دقت بکنید. Word. I read a word یعنی من یک کلمه میخوانم. I read a word. I read a word. I read a sentence. I read a sentence. I read یعنی من میخوانم. A یعنی یک. Sentence یعنی جمله. I read a sentence یعنی من یک جمله میخونم. آفرین بر شما. I read a sentence. I read a sentence. I read a letter for mom. I read a letter for mom. I read یعنی من میخوانم. A letter یعنی یک نامه یا یک حرف و در اینجا یعنی نامه. For یعنی برای یا به منظور. Mom یعنی مامان. I read a letter for mom یعنی من یک نامه برای مادرم میخوانم. I read a letter for mom. I read a letter for mom. I read a book. I read a book. I read یعنی من میخوانم. A یعنی یک. Book یعنی کتاب. I read a book یعنی من یک کتاب میخوانم. I read a book. I read a book.
You read. You read. You یعنی تو یا شما. Read یعنی خواندن. You read یعنی تو میخوانی یا شما میخوانید. You read. You read. He reads. He reads. He یعنی او، اوی مذکر، اوی آقا. Read یعنی خواندن و همونطور که ببینید read یعنی خواندن اسم خودش گرفته. چرا؟ به دلیل اینکه فاعل ما سوم شخصه، یعنی اوی آقا یا اوی خانم، یا اگر it باشه باید اس سوم شخص رو بهش اضافه کنید. این قانون است در انگلیسی. He reads یعنی او، اوی آقا میخواند. He reads. He reads. I write. I write. I یعنی من. Write یعنی نوشتن. I write یعنی من می نویسم. I write. I write. I write a letter یا character. I write a letter یا I write a character. I write یعنی من می نویسم. A یعنی یک. Letter یعنی حرف یا نامه. Character یعنی کاراکتر یا دوباره حرف. I write a letter یا I write a character یعنی من یک حرف می نویسم یا یک کاراکتر می نویسم. I write a letter. I write a character. I write a word. I write a word. I write یعنی من می نویسم. A یعنی یک. Word یعنی کلمه. I write a word یعنی من یک کلمه می نویسم. I write a word. I write a word. I write a sentence. I write a sentence. I write یعنی من می نویسم. A sentence یعنی یک جمله. I write a sentence یعنی من یک جمله می نویسم. I write a sentence. I write a sentence. I write a letter. I write a letter. I write یعنی من می نویسم. A letter یعنی یک حرف یا یک نامه و در اینجا منظورمون نامه است. I write a letter یعنی من یک نامه می نویسم. I write a letter. I write a letter. I write a book. I write a book. I write یعنی من می نویسم. A book یعنی یک کتاب. I write a book یعنی من یک کتاب می نویسم. I write a book. I write a book. I write an email. I write an email. I write یعنی من می نویسم.
An email یعنی یک ایمیل. دقت بکنید آرتیکل an به این دلیل استفاده شده و a استفاده نشده، به این دلیل که حرف اول از کلمه ایمیل صدادار گفتاریه، به خاطر همین از an استفاده میکنیم. I write an email یعنی من یک ایمیل مینویسم. I write an email. I write an email. You write. You write. You یعنی تو یا شما. Write یعنی نوشتن. You write یعنی تو می نویسی یا شما می نویسید. You write. You write. He writes. He writes. He یعنی اوی آقا، اوی مذکر. Write یعنی نوشتن. اس به خاطر این اومده که فاعل ما اینجا سوم شخصه. He writes یعنی او می نویسد. اوی مذکر می نویسد. He writes. He writes. She writes. She writes. She یعنی اوی خانوم یا اوی مؤنث. Write یعنی نوشتن. Writes اس سوم شخص گرفته به خاطر اینکه فاعل ما سوم شخص، یعنی she اوی خانوم. She writes یعنی او می نویسد. She writes. She writes. I read a newspaper. I read a newspaper. I read یعنی من میخوانم. A newspaper یعنی یک روزنامه. I read a newspaper یعنی من یک روزنامه میخوانم. I read a newspaper. I read a newspaper. You read a magazine. You read a magazine. You read یعنی تو میخوانی. A magazine یعنی یک مجله. You read a magazine یعنی تو یک مجله میخوانی. You read a magazine. You read a magazine. She reads a message. She reads a message. She reads یعنی او میخواند. Message یعنی پیام. دوستان دقت بکنید تلفظ message رو. Message, message, message یا هر چیز دیگری نگفتم. Message. She reads a message یعنی او یک پیام میخواند. She reads a message. She reads a message. We read that book. We read that book. We یعنی ما. Read یعنی خواندن. We read یعنی ما میخوانیم. That اشاره به دور یعنی آن. Book یعنی کتاب. We read that book یعنی ما آن کتاب را می خوانیم. We read that book. We read that book. I am writing a letter. I'm writing a letter. I یعنی من، am یعنی هستم. Writing حالت ing فعل write یعنی در حال نوشتن. I am writing در حالت
حال استمراریه، یعنی یه کاری که شما دارید استمرار میدید بهش، یه کاری که برای مدتی دارید انجامش میدید. مثلا وقتی که شما شروع میکنید نامه رو نوشتن، یک بازه زمانی، یک مدتی مشغول نوشتن هستید دیگه. بعد طرف از شما میپرسه چیکار دارید میکنید، بعد شما میگید I'm writing a letter، من دارم یک نامه می نویسم یا دارم یک حرف می نویسم. وقتی که شما در حال نوشتن باشید، کاری که دارید انجام می دید، اگر استمرار و ادامه داشته باشه، از حالت حال استمراری استفاده می کنیم. میشه I am writing a letter، یعنی من دارم یک نامه می نویسم یا دارم یک حرف می نویسم. I'm writing a letter. I'm writing a letter. You are writing a word. You are writing a word. You are یعنی تو هستی. Writing حالت ing فعل write یعنی در حال نوشتن. You are writing یعنی تو در حال نوشتن هستی. در حال نوشتن چی؟ A word، یک کلمه. You are writing a word در حالت حال استمراری، یعنی یک کاری که استمرار داره، دنبال داره، انجامش ادامه داره. You are writing a word یعنی تو داری یک کلمه می نویسی. You are writing a word. You are writing a word. They are writing the letter. They are writing the letter. They یعنی آنها. دقت بکنید وقتی که میخوام TH رو در they تلفظ بکنم، زبونم زیر نیش دندونهای بالا و سعی میکنم بگم ز ز زنبور، میشه they are یعنی هستند. writing حالت ing فعل write یعنی در حال نوشتن. they are writing یعنی آنها دارند مینویسند. چی رو؟ the letter، اون نامه رو، اون نامه مشخص رو. THE اینجا اشاره میکنه به اون نامه مشخص که گوینده و شنونده هر دو میدونن کدوم نامه. مثلا طرف به بچه‌هاش گفته برای من یه نامه بنویسید، بعد شوهرش میاد خونه به خانومه میگه بچه‌ها دارن چیکار میکنن؟ خانومه میگه They are writing the letter، اونها دارن اون نامه ها رو مینویسن. کدوم نامه ها رو؟ اون نامه ها رو که گوینده و شنونده یعنی آقاه و خانومه میدونن کدوم نامه منظورشونه. مثلا نامه به عمه خانوم. اوکی؟ پس هر دوشون میدونن کدوم نامه. The letter، اون نامه مشخص. They are writing the letter یعنی آنها دارن اون نامه ها رو مینویسند. امیدوارم با این توضیح دقیقاً کاربرد THE تا یه حدی براتون جا افتاده باشه. پس دقت بکنید دوستان، تلفظ TH در they و the هر دو رو باید یاد بگیرید همینجا. They are writing the letter یعنی آنها دارند اون نامه ها رو می نویسند یا اون نامه رو می نویسند. They are writing the letter. They are writing the letter. بسیار خوب دوستان، حالا اجازه بدید یک بار برای تمرین با همدیگه از ابتدا کلمات و عبارتها و جملاتی که در این درس یاد گرفتیم رو با هم مرور کنیم، با هم بخونیم. Reading and writing. Reading and writing یعنی خواندن و نوشتن. Reading and writing. I read. I read یعنی من میخوانم. I read. I read a letter. I read a letter یعنی من یک حرف یا یک نامه میخوانم. I read a letter. I read a word. I read a word یعنی من یک کلمه میخوانم. I read a word.
I read a sentence. I read a sentence. یعنی من یک جمله میخوانم. I read a sentence. I read a letter for mom. I read a letter for mom. یعنی من یک نامه برای مادر میخوانم. I read a letter for mom. I read a book. I read a book. یعنی من یک کتاب میخوانم. I read a book. You read. You read. یعنی تو میخوانی. You read. He reads. He reads. یعنی اوی آقا یا اوی مذکر میخواند. He reads. I write. I write. یعنی من می نویسم. I write. I write a letter. یا I write a character. یعنی من یک حرف یا یک کاراکتر می نویسم. تو فارسی میگیم کاراکتر، ولی تلفظ انگلیسیش character. I write a letter. I write a character. I write a word. I write a word. یعنی من یک کلمه می نویسم. I write a word. I write a sentence. I write a sentence. یعنی من یک جمله می نویسم. I write a sentence. I write a letter. I write a letter. یعنی من یک نامه می نویسم. I write a letter. I write a book. I write a book. یعنی من یک کتاب می نویسم. I write a book. You write. You write. یعنی تو می نویسی. You write. He writes. He writes. یعنی او می نویسد. اوی آقا، اوی مذکر. He writes. She writes. She writes. یعنی اوی خانم یا اوی مؤنث می نویسد. She writes. I read a newspaper. I read a newspaper. یعنی من یک روزنامه می خوانم. I read a newspaper. You read a magazine. You read a magazine. یعنی تو یک مجله میخوانی. You read a magazine. She reads a message. She reads a message. یعنی او یک پیام میخواند. اوی خانم. She reads a message. She reads the message. We read that book. We read that book. یعنی ما آن کتاب را می‌خوانیم. We read that book. I am writing a letter. I'm writing a letter.
یعنی من دارم یک نامه می نویسم یا من دارم یک حرف می نویسم. در حال انجامش هستم. در حال نوشتنش هستم. I'm writing a letter. You are writing a word. You are writing a word. یعنی تو داری یک کلمه می نویسی، در حال نوشتنش هستی، کاری که ادامه داره، استمرار داره. You are writing a word. They are writing the letter. They are writing the letter. یعنی آنها دارند اون نامه رو می نویسند. They are writing the letter. بسیار خوب دوستان، به پایان درس 6 از سری درس‌های آموزش تشریحی تحلیلی مکالمه انگلیسی مثل آب خوردن رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.